اینجا تفلیس، پایتخت گرجستان، شهر موسیقی، تاریخ، فرهنگ. این شهر خوراک ماست. در این برنامه گرجستان رو گاز میزنیم، میجاییم و قورت میدیم. البته غذا شد. یکی از زیباترین مسیرهای تفلیسه. مرکز و شرق تفلیس زیر پاست. غیر از زیارت کلیسای ارمنی پانتیون، مقصد بسیاری از مردم بنای مجللی که کنار این آنتن در بالای کوه هستش، ساختمان بزرگی که شامل هتل، سالن جشن و رستوران‌های متعدد. آقای تونل شدید که بریم بام چه خبره. وقتا ببینید اینجا چی ها دارم؟ بستنی و شیرینی اروپایی. گرژی اینجا هست. هلو، اینجایی که نگاه میکنم غذای مورد علاقه من اصلا نیست. با آن یه چیز شبیه به پیتزا، نون و پنیر گرژیه. درست. ما در گوشه نونوایی این رستوران خیلی شیک درجه یک هستیم، در بام تفلیس، یعنی بالاترین نقطه تفلیس هستیم و میخوایم این غذای خیلی خوشمزه گرجی رو مزه کنیم و با هم دیگه بپزیمش. So we're gonna make خاشاپوری. این چیزی که الان خواهیم دید چیز شاید پیتزای گرجی هستش که خیلی خوشمزه است. بیشتر رستوران دارن، همه جا دارن، همه میخوان، مثل چورکه آبشونه. شف ما یا سرآشپز ما آقای گیورگی هستش، ایشون هم راهنما ما خانم سوفیا. این همون مثل هر نونیه، آرد و آب و جوش شیرین. این خمیر رو 2 ساعت گذاشتن اینجا که ور بیاد پف کنه. این خاچا پوری هم اسم جالبیه. خاچا یعنی پنیر به زبان گرجی و پوری هم یعنی نون. اصولاً دو نوع پنیر گرجی رو با هم قاطی میکنیم. یکی پنیر ایمرولی که مال غرب گرجستانه و پنیر دیگه سوگونه. شبیه پنیر لیغمان ماست، هم شبیه پنیر هلندیه. این مقداری اینا رو با هم خرد میکنیم، گوله میکنیم، میذاریم وسط خمیر که مخلوط کن، میذارن میشه این گرد. شبیه دستپیچ شد. این مخلوطی هم که این سرآشپز میخواد بریزه قلمو بزنه روی این خاچاپوری، مخلوط ماسته و تخم مرغ. غذای بعدی بازم با نون هستش، یعنی نونشونه که توش لوبیا داره، بهش میگن لوبیانی. دو نوع لوبیا، یعنی لوبیا چیتی و لوبیا قرمز رو با هم میپزیم، بعد باهاش کره قاطی میکنیم و نمک و فلفل. و بعدش ولی چرخ میکنن لوبیا رو، یه همچین خمیری میشه. اینا جالبه، همه چی رو گوله میکنن، حتی پنیر هم به این شکل خمیر گوله بوده. یس فینیش. اگه سوراخ نشه یعنی توپ فوتبال میشه. خاچاپوری، لوبیانی،
اینجا شهر قدیمیه که 140 سال پیش در یکی از روزنامه‌های بریتانیا کشیده بودنش، در سال 1888 میلادی. این شهر قدیمی نارنقره است. اینجا اونجایی که الان مجسمه واختانگ رو گذاشتن. ما حالا از این شهر قدیمی اینجا میریم این پشت بریم چه خبر اینجا. اینجا پشت شهر قدیمیه، تمام قسمت قدیمی شهر دارن ترمیم میکنن، مرمت میکنن، نوسازی میکنن. درود بهشون. یه صحنه بی‌نظیر الان میخوام ببینیم. خیلی جالبه. ما فقط یه 100 متری با شلوغ‌ترین قسمت تفلیس فاصله داریم با خیابون شاردن. و نگاه کنید، آبشار آب تازه از وسط صخره، طبیعت دست نخورده. آب در گرجستان فراوونه و آبهای معدنیش در تمام منطقه معروفه و حتی صادر میکنه کشورهای اطراف. ولی این کوه‌ها، این صخره‌ها بستر آب گرم خاصیه که داستان‌ها داره. مجسمه موجودی که باعث کشف این آب‌ها در این قسمت از گرجستان شد اون جلوتره. شاهین شکاری که کفتری رو به چنگال میگیره 1500 سال پیش، ولی و در کلنجارش میفته توی یکی از این چاهای آب طبیعی، آب معدنی گوگرد جوشان. اینجا زنگوله‌ای که به پاچه نشون میده که این متعلق به یک شاهزاده، یک سلطانی بوده. شکارچی وقتان گوکسالای بوده که ترجمه فارسیش میشه مقوباد ورهرام گرگسر. وقتی به چاه میرسه میده که هم شاهینش و هم کفتر در این آب جوشیده پخته شدن، در این آبهای گوگردی. و از اونجا بود که تمام این درخت‌ها رو قطع میکنه و میگه اینجا شهری به اسم تفلیس، شهر آبهای گرد. در کنار این گرمابه‌های گوگردی که محلش میان میدان، در حاشیه رودخانه تفلیس دو تا رستوران هستش. یکیش اونه که 24 ساعت هست، یکیش این یکی که میخوام بریم سراغش، مثل بوریت ساخلی، یعنی خانه نان. و اینجا غذاهایی دارن که مال محلاتشون و کمیابه تو گرجستان. من اینجا قرار یک نهار مفصل گرجی داشتم با نماینده رستوران‌های زنجیره‌ای ام گروپ تفلیس، با خانم بادام. های نوتسی ملشخی. How are you? Thank you. عجب میز رنگینیه. Yes, this is Georgia. این خوراک گرجی و سفره گرجیه. سفره گرجی. اولا خیلی خوبه که مثل ما سبزی دارن، سبزیشون حرف نداره، مخصوصا ترخوناشون. هم مزه هاشون متنوع، هم عطر خوبی دارن. این هم نوشیدنی گازدار ملی اینجا هست که جای کوکاکولا استفاده میکنن. مزه ترخون سبز رنگ است، انگور ساپراوی مال خود این کشوره و همینطور گلابی. و این هم سبزیجاتی که کباب کردن به خاطر من، خیلی هم درشته. ببین است. این نون لواشمونه. Georgian bread. تا حالا این شکلی گرد ندیده بودم. This bread, this type of bread is from Kakhet. مال منطقه کاختیه. که طرف شرق اینجا هستش و نونشون رو مدل تافتون درست کردن. و این نون هستشون این شکلیه، مثل شاخ گاو. تنوریه. من بعضی از این غذاها رو دیدم. مثلا اینو دیدم که لوبیاشونه که تو کوزه است. این ترشی و شورشون هم قبلا دیدم تو رستوران دیگه، ولی بعضی از چیزا نیست، اینا رو من ندیدم. این دو خوراک از گنجینه‌های آشپزی گرجستان هستن. پخت و پز ما یه سابقه باستانی داره و تحت تاثیر ملیت‌های مختلفی قرار گرفته. سال 2010 میلادی یه گروه تجسس به قسمت‌های دورافتاده کشور فرستادیم تا دستور غذاهای کمیاب و گم شده رو جمع‌آوری کنن. اونا روستا به روستا و خونه به خونه رفتن و گشتن تا 150 نوع خوراکی پیدا کردن، خوراکی‌هایی که از یاد رفته بوده. این دو غذا هم مال این گنجینه تاریخیه. خیلی جالب. من
با اجازهتون برم ببینم که این غذا رو چطوری درست می‌کنم ما هم یاد بگیریم دیگه، اینو تحقیق کردم ما سودش رو ببریم. جان نونوایشون به راه افتاده، حالا شما گوجا سرآشپز اینجا هستش و حالا از اون غذاهای دست نخورده و باستانی گرجی که داشتیم صحبتشو می‌کردیم رو میز بود سراغ بگیریم ببینیم چطوری درستش میکنن. اسمش هست کواخیتزلا. کواخیتزلا یعنی مخلوط سبزی و کدو، این همچه ترجمه میشه کرد که کدو تنبله، اینا رو خورد میکنن که پیاز، پیازچس، فلفل و شیبیده میره این تو سیر، گشنیز خورد شده و گردو که یکی از مواد اصلی غذا در اینجا هستش. در ضمن کدو رو قبلا توی آب پختن و کاملا نرمه، من شستم توش فرو رفت. چنگ میزنم، گردوی خورد شده، چون اینجا تره ندارم به اون شکل، ساقه پیازچه رو میتونم استفاده کنم. خیلی خوب، very tasty، خیلی خوشمزه است. مزه کدو تقریبا محو شده و مزه این سبزیجاتش خیلی چیز خوشمزه است. میگم تصور که مزه کمی از کدو و پیازش و سیرش خیلی قوی به نظر میاد در حالی که تازه هم هستن و اون مزه گشنی سوشه. من با عزت تش رو بخوام چون خیلی خوشمزه است. وی تیستی به به، مخصوصا سرکش. The name was کواخیتزلا. کواخیتزلا نوشه جا بفهم. آقا محمد خان سرسلسله قاجار در یکی از تاخت و تازهاش تفلیس رو تصاحب میکنه. با علم به این که در سن 11 سالگی به دستور عادل شاه اخته شده بوده، حکیمان شهر بهش مژده میدن که اگر چند روز در آب گرم گوگردی یکی از این گرمابه ها بشینه مردانگی بهش بر میگرده. بعد از چند روز که تغییری در خودش نمیبینه از مردم این شهر انتقام میگیره، سرها میبره تا حدی که رودخانه شهر تفلیس به رنگ خون در میاد. بودیم کنار گنبد رو پشت بونا داریم راه میریم. این هر گنبدی که میبینین زیرش یه حوضچه آب گرم طبیعی هستش و اتاقای نمره‌ایه که میتونین یک ساعت کرایش کنین. ما اینها رو به عنوان حمومای شاه عباسی میشناسیم ولی مردم تفلیس اصلا هیچ چیزی از شاه عباس به یاد نمیارن. به این منطقه میگن میدان و کسانی هم که سرپرستی این گرمابه‌ها رو دارن آذری‌های جمهوری آذربایجان هستن. ما وقتش یه سری بزنیم به یکی از این آبتنی بکنیم. میگن خیلی خواص داره. مستر و حالا وقت چایی مدل این منطقه است که میشه مدل روسی با خانومی که مدیر اینجاست. هلو گرمه. هلو چایی کجاست؟ ایران چای. ایران 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 چای. احالی من برای شما بریزم چای سماوری. آی سماواره بیزده دواری. به این کاملا لبریز شده، یعنی تو لبریز و دستوز لبچسب و لببوس. سلام. ایستی می؟ نکه آه مربا. مربا؟ میوه های توی این مربا رو که یا آلبالوه یا آلوچه هست میندازین این تو اون ته. بودا زغال دو زغال زغال زغال؟ آه این زغالخته مربا زغالخته. به به عالی شده. اینجا چایی میشه رنگی نبا بیر گر نده عجب رنگیه. بسی جا ساقو نه اولو یپما. ها ایسی بسی
حالا به نمایندگی از تمام شما بینندگان عزیز یک تنی به این آب بدبو ولی خوش فایده بزنم. این یکی از حمامای خیلی معروفشونه که رئیس جمهورا و آدم‌ها خیلی کله گنده میان و کل اینجا رو کرایه میکنن. قیمت‌های اینا هم هست از 30 لاری تا 100 لاری تا 150 حتی دلار. باشه تا 150 لاری. بوی گوگره به تخم مرغ پخته همه جا پره. چه گرمه. یکی از شگفتی‌های این آب اینه که اصلا تو قلب کوه اینا گرم میشن و دماشون بین 30 تا 50 درجه میرسه به طور طبیعی. و یه چیزی هم بگم که آبای گوگردی برای خانوما و کسایی که کراتین میزنن به موهاشون اصلا خوب نیست، چون اونو کاملا از بین میبره و نقره رو هم سیاه میکنه. سیاه شد. این سوای این بوی تخم مرغی که اینجا میاد خیلی مرطوب و گرمه، خیلی میچسبه. اینجا دلاکا ماساژ میدن و کیسه میکشن به سبک همین خودمون. و بازم این هم چشمای مختلف همین آب گوگرده که از کوه داره میاد و گرمه. مثل جالب راجع به این آب اینه که وقتی دست میزنی لیزه، کاملا حالت لیز داره، واسه مثل نرم کننده است. شاید برای همینه که میگه وقتی میره این تو میفهمه که پوست تر نرم شده و برای اعصاب خوب، به خاطر شاید گرماش، به خاطر شاید بوش. و حتی اگه ناراحتی پوستی داری میگن که خوبه. اون قسمتش هم حوض آب سرده که از اینجا بپرین اون تو، شوکی که بهتون میده اعصابتون رو راحت میکنه. پیوند فرهنگی بین ایران و گرجستان از دوران هخامنشیان شروع میشه. این مردم مثل ایرانیان زرتشتی شده بودند، ولی بعد از مسیحی شدنشون و اسلامی شدن ایران، تاخت و تازها و جنگها ما بین دو ملت شروع شد. شاید این سابقه طولانی ما باعث شده که در خوراکهای ملی گرجی به نامهای فارسی بر بخوریم، مثل لوبیا که به همین اسم در سفره گرجی ها گذاشته میشه. این خوراک لوبیا یک مزه خیلی اصلی داره و اون پیاز زاغه. ولی روش گرجی در پیاز زاغه ببینید چیکار میکنه. روغن خیلی زیاد، تقریبا پیاز توش میجوشه. اینجا خیلی روغن زیاد میخورن، نمک هم زیاد میخورن. میخوره غذاشون ناسالم از این بابت و هرچی ناسالم هم معمولا خوشمزه است. و 5 دقیقه تا اینکه این رنگ پیاز عوض شه و نرم بشه، 5 دقیقه طول میکشه. و حالا آشپز باشی برای ما غذای رو درست میکنه، خوراکی رو که من خودم خیلی علاقه دارم و از خوراکای ملی خود ما در ایران هم هست. لوبیا، لوبیا چیتی خودمونه که 2 ساعت میزنن این لوبیا همونجوری که ما انجام میدیم میپزه این رو و توی کوزای گلی اینو میزنن جلوی مهمون یا ما که بخوریم. معلومه نه، ولی جوشان میشه اسمی رو گذاشت. به 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 همراه ترشیجات و شور، گوجه فرنگی سبز، خیارشور، کلم، فلفل و یک سبزی مخصوصی که ما اینجاست و ما تو شمال گیلان هم داریم.
راز پخت لوبیای گرجی که افشا شد و اینکه آیا کباب کوبیده از طرف ایران به گرجستان کشورهای قفقاز رفته یا برعکس از اونجا به مرزهای ایران زمین رسوخ کرده یک سوال تاریخیه، اما حداقل دستور پختش به روش گرجی رو اینجا نشون میده. و حالا کباب کوبیده گرجی خیلی غافلگیرتون خواهد کرد. ما در فضای باز هستیم کنار رستوران، زغال هم که آماده است. در این کباب که با سماق بهش مزه زدن و فلفل و پیاز و سیر هم بهش اضافه میکنن و بعدن اینا رو میکوبن، چربی خوک و گوشت گوساله هستش. حتی شما بدون شک میتونید چربی معمولی استفاده کنید، اینا چربی خوک استفاده میکنن. در خود تفلیس هم رستورانه هستن که غذای حلال داشته باشن اگه شما بخواید اونجا کباب بخورید، ولی خلاصه این کباب کوبیدهشون مخفی دیناست. خواهش میکنم. کباب چی شد؟ بعد اینو میزنن لای نونام و میپیچن این ساندویچ. توی خاطرات قدیمی دوران قاجار در مورد این ساندویچ کباب گفته شده که با مغز گردو و پیاز و کباب میزنن و میپیچن دور این نونی، که میگن خاطرات اولین ساندویچ ها در این بخش از دنیا بوده. یا بذاریم اینجا ها. اینو اینوری باید بکنم. خب چه پیچی خود، به به. این یکی بذار من بکنم. تو عمرم به کباب دست نزده بودم. آها به این شکله. بعد اینو میکشیم، فشار میدیم، میشه یک ساندویچ کامل کباب. کباب کوبیده گرجی. ساکرتویلو. 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 بن سرمیز. او ایت لوکس سو تیست. به به، چه کبابی، چه بوی خوبی میاد. بوی کباب کوبیده یادش بخیر. پلیز ببینیم چطوری میخوان این کبابو. خواهش میکنم. با اون سس میکنه. این سس که مزه سر سفره گرجی هاست هم از گوجه سبز درست میشه هم از زغالخته. چیزی که اینجا متوجه شدن که موقع پختن غذا خیلی ادویه و سبزیجات نمیزن، بعدش اضافه میکنه. اینم برای اینکه شما ببینید چه شکلی بوده. منم در عوض میخوام اینو بخورم که بی صبره منتظرش بودم، چون هم هله هوله است به قول معروف و هم غذای واقعی کامله. این غذا نوع کوبیده ترشی برگ چغندر با گردوه. چه خوشمزه است. گردو و مزه شور برگ چغندر توش مزه میکنم. هنوز یه خورده سیرش برام زیاده. چیزی که خواستم حتما ببینین سالاد گرجیه که گوجه فرنگی و خیاره و بعد جعفری، یه خورده پیازچه و گردو و سرکه و نمک. اینجا من هر وقت میام اصلا اینو میتونم به عنوان غذای اصلی بخورم. ببینیم کدو رو درست مزه کنیم ببینیم چطوری بود. لایکسون This is very rare dish. این واقعا غذای کمیابیه و همه جا پیدا نمیشه. و اینم که کدوه اگه بخورین ندیم فکر می‌کنین توش حتی نخود هستش. شبیه کوفته شامه ولی خیلی خوشمزه‌تر. مزه میوه‌ای ترشی خیلی خاصی داره و شوری خیلی مناسب و سبزیجات. یعنی واقعا همونجور که نشون دادیم درستش کنید، خودتون بخورید میفهمید من چی میگم. و حالا این نوشابه ترخون ما بخوریم. سبز سبز ده کالوریز. بوی ترخون ولی مزه شیرین، خیلی مشخص نیست مزه ترخون.
جالبه، خیلی شکرش بالاست هم. و این شورشون هم جالبه. ما شبیه این رو در شمال من شنیدم یکی میگفت داریم، یه جور سبزی که دونه‌ای روش هست، کاپور میگن، شبیه کیپره به زبون خارجی، کیپر، very similar. اینجا بهش میگیم جونجولی. و اینم گوجه فرنگی سبزه. جونجولیشون رو مزه کنیم. یه طعمزه گلپر داره و خیلی مزه سبزی خوش. و آخرم من که کباب نستم بخورم، ولی از این سبزیات میخواییم بادوم جونشون. چه مزه؟ بادرجانی، ها، بادم جان. و در نهایت سر همه سفره های گرجی شراب. شما میل دارید؟ The Georgian wine. Which is really big treasure for. و من فصل این نوع شراب هستش که نارنجی رنگه. In Georgian we say kaumarjos. Kaumarjos.